درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل. 4 سپتامبر 2023 برابر با 13 شهریور 1402. چند ساعت پیش در کلاب هاوس اتاق آقای گرامیان در ارتباط با خزعبلاتی که علم الهدا گفته بود اتاق گذاشته بودن و آقای واحدی هم دعوت بود در این اتاق. در یکی دو ساعتی که آقای واحدی توی اتاق بودن صحبت کردن و صحبت‌های بسیار جالب و کوبنده مثل همیشه و از علم الهدا و خامنه‌ای گرفته تا به پایینشون، خلاصه آقای واحدی شیلنگو گرفت روی همه. این از داستان این ویدیو و این اتاق هستش. سوالی هم که دوستان پرسیده بودن چرا بعضی از ویدیوها راجع به مثلا افشاگری، مثلا در ارتباط با این مردک امید دانا. ببینید، شخص امید دانا اصلا مهم نیستش. میدونم خیلی از کسایی که تو ایران هستن هم ممکن اصلا این آقا رو نشناسن، اما اون عده قلیلی که میان و اینا رو ساپورت میکنن، اینا رو حمایت میکنن برای روز مبادا مثل پارسال که وقتی اعتراضات یه مقدار کم شد همه رو انداختن تقصیر اپوزیسیون و آقا اینا اپوزیسیون مقصره، در صورتی که ایراد و اشکال از خیلی جاهای دیگه بود. اپوزیسیون واقعی بارها گفتم وظیفش این نیستش که بخواد شمشیر بگیره دستش، تفنگ بگیره دستش و بیاد توی خیابونهای خارج. داخل ایران مردم داخل حق خودشون رو باید بگیرن و نوع حکومت بعدی رو هم باز هم مردم داخل باید انتخاب بکنن. افرادی مثل امید دانا و یه سری دیگه از این مزدورا که در کلاب هاست میچرخن، اینا فقط برای انحراف افکار عمومی و برای روز مبادا هستن که بخوان مردم رو کلن حواسشون رو پرت بکنن که بیان بیرون و حقشون رو بخوان بگیرن. صحبت زیاده در این ارتباط، اما اینجا جاش نیست و وقتش هم نیست، نمیخوام سر شما رو درد بیارم. حالا اگر شد یه ویدیو لایف بعدن میریم توی اون، سعی میکنم کامل براتون صحبت بکنم. اونایی که دوست داشتن و حالشو داشتن گوش کنن، بعد توی اون ویدیو لایف تشریف بیارن، در خدمتشون هستیم. زنده باد ایران ایرانی با شرف، لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و کسانی که دارن به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنن تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. این شعار همیشگی ما هست و خواهد بود. دوستانی هم که ایراد میگیرن چرا لعنت میفرستی، جالبه اون تیکه اول درود رو اصلا نمیشنون، چون با شرف نیستن، چون اون درود برای ایرانی با شرفه. اینا لعنتش نسبت به اون بیشرف ها سریع اونو گوشاشون زنگ میزنه. قربونتون برم، دم همتون گرم، توجهتون جلب میکنم به این ویدیو. دوستان لایک کامنت و بلاخ رو به بالا رو به پایین یادتون نره. مرسی شما و همه دوستان، ممنون از دعوتتون. من حالا مدتی که داشتم صحبت دوستان رو گوش میکردم، چتروم رو هم میخوندم و واقعا متاثر شدم که بعضی از افراد با شما بحث میکنن که اشکنه 200 تومن نمیشه 60 تومن میشه. ظاهرا این دوستان مقلد آیت الله امیرالمومنین جنتی هستن که میگفت چه اشکال داره به جای 3 وعده غذا 2 وعده بخوریم، به جای 2 وعده 1 وعده بخوریم. البته این حرفا رو زمان احمدی نژاد میزد، زمان روحانی یادش افتاده بود که مردم گرسنه‌ن، دوباره زمان رئیسی همشون زبانشون رفته تو ماتحت خر و هیچی نمیگن دیگه. ولی ظاهرا طبق فتوای آقای جنتی یه بار وعده غذا وارد می‌کنن. اون کسی که نشسته اینجا، من رسما میگم مزدوری که نشسته اینجا میگه اشکنه میشه 60 تومن، شما مثل که فراموش کردید مردم 3 وعده غذا می‌خوان، 3 وعده 160 تومن، یعنی 3 وعدهش هم می‌خوان اشکنه بخورن، چون نون پنیر که گیر مردم نمیاد، میشه همین 200 تومنی که آقای گرامی نوشتن. بعد تازه یه لیوان آب هم می‌خوان بخورن، نوشابه که حق ندارن بخورن، چون نه دامادشون از خانواده شهید پرور آمریکاییه، نه فرزندشون انگلزاده حداد عادری که مدرسه اختصاصی داشته باشه، نه فرزندشون طبق تفسیر این وزیر بسیار دانشمند آموزش پرورش حق داره که ماشین گرون سوار شه و مدرسه گرون بره. فقط بخوام یه لیوان آب بخورن با این اشکنه، همون روز 200 تومن میشه، ماهش میشه 6 میلیون تومن. من واقعا چیزی قصم میگیره الان که علم الهدا که فقط یک نمیدونم یک آویزان مزدوره که برای خوش خدمتی و
خوشرقصی آفریده شده، کسی نیست، نه خودش کسیه نه اون دامادش کسیه، یه مش ناکس هستن به معنای واقعی، هم ناکس با سین که ناکس و هم ناکسه که با سه سنخ در اسلام. اینا فقط مزدوری میکنن برای اینکه حاشیه باشن و در واقع سپر باشن بر اون فرد اصلی که ام الفساد کشوره. اما من چیزی که قصه میخورم دیدم که امروز سعید لیلاز هم صحبت کرده، گفته بله آمارهای دولت رئیسی درسته، تورم اومده پایین، و بعدم برای من جالبه، خیلی برای من جالبه که یک چپوله به معنای واقعی، یعنی سعید لیلاز مشکل اینه که چپوله و این چپول ها اعتیاد دارن به فحش دادن به آمریکا، اعتیاد دارن به حرفای مزخرف سوسیالیستی زدن، بعد عضو کاپیتالیستی ترین حزب جمهوری اسلامی که یعنی حزب کارگزاران، یعنی اصلا همه چیز رو در جمهوری اسلامی، فرهنگ جمهوری اسلامی همه چیز رو به افتضاح و به گند کشیده. میگم چپول ترین آدم سیاسی کشور که سعید لیلازه، بهش میگن آقا مثلا همه مشکلات همیشه از چش تحریم میبینه، و الان هم میگه اگه تحریم ها اضافه نشه، اگه مشکلات خارجی نباشه، دولت رئیسی موفق میشه. اصلا انگار نه انگار یک دولت بی ارزه فاسد ناکارآمد و پلشت و دروغگو، همه چی گردن خارجی میبینه. من این علت که این حرف گفتم، خواستم میگم قصه ما بیشتر از اینه که علم الهدا چی میگه، یک مش مزدور شکمسیر و متظاهر، یعنی میگم طرف ادعای چپول بودن میکنه اما در دوره احمدی نژاد روابط عمومی ایران خودرو زیر نظرش، حقوق کلان میگیره، در دوره رئیسی ما شده وکیل مدافع رئیسی. این همه اقتصاددان سرشناس کشور اوضاع رو خطرناک میبینن، میگن آمارهای دولت رئیسی دروغه، از نهله های مختلف، یعنی فقط این نیست شما بگید اصلاح طلب یا اعتدالی، برید ببینید چند تا از اقتصاددانان اصولگرا راستگرا دارن میگن آمارهای دولت رئیسی دروغه، حتی آمارهای داخل دولتش با هم تناقض داره. بعد سعید لیلاز میگم چپول، عضو کاپیتالیست ترین حزب جمهوری اسلامی و فاسد ترین حزب ایران که حزب کارگزارانه، میاد دفاع میکنه. ظاهرا دیگه نمیدونم، به قول بنده خدا میگفتش که کار از خدا گذشته مگه حضرت عباس کاری بکنه. من واقعا نمیدونم با این اوضاع، ما مشکلمون فقط علم الهدا نیست، هر کس با کمال تاسف این جمله رو بگم تو این قسمت بس، برای من طولانی صحبت نکنم، هر کس شکمش سیره و در گوشه‌ای از سفره انقلاب استخوان به تعداد کافی گیرش میاد، میشه دشمن ملت و میشه حامی وضعیت موجود. یعنی شورای نگهبانی که بسیار از افراد رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به عنوان حامیان وضع موجود یا مسببان وضع موجود رد صلاحیت کرد، کجاست بیاد ببینه که مش افرادی که شکمشون سیره و عمدتاً از طریق رانت و ویژه‌خواری و فساد و دزدی شدن حامی وضعیت موجود و تلاش میکنن ضعف ها رو بپوشونن. حالا بگذاریم آقای خامنه ای میاد میگه این دولت از همه دولت ها بهتره و من علاوه بر حمایت تمجید میکنم، آقای خامنه ای حق داره، ولی که حرفش به کرسی بنشونه بگه کار درستی کردم، همه ای حتی افراد سرشناس جناح راست مثل رایجان رو رد صلاحیت کردم که رئیسی بشه رئیس جمهور، اون حق داره، ولی که از گندکاری خودش میخواد حمایت کنه. من بعضی از افراد رو نمیدونم تا چه حد مزدوری رو به تن میخرن که بیان از وضعیت موجود دفاع کنم. من میگم متاسفانه من قصه میخورم برای مردمی که گرفتار شدن بین یک مش افراد با ظاهرا نگاه های مختلف سیاسی و اقتصادی، اما تماما متحد بر علیه نان سفره مردم. خیلی متشکرم. ممنونم که جناب وادی عزیز. جناب وادی، این حال شما شاید بیشتر در جریان باشید، مدیریت دانشگاه آزاد، قبلا دانشگاه آزاد مدیریتش چجوری بود؟ هیئت مؤسس، هیئت امنا یا مدیریتش بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی فوت کردن وضعیتش چجوری شد؟ الان همون جوریه مدیریتش یا نه تغییر کرده، متفاوته؟ در اختیار یه گروه خاصیه یا در اختیار حاکمیته؟ اینو میتونید تشریح بفرمایید؟ من چون دیدم تو چت روم هم اشاره کردن به این مطلب که دانشگاه آزاد در اختیار کیه، دیدم حالا شاید بهترین کسی که بتونه تشریح کنه شما باشید. ببینید دانشگاه آزاد در یک دوره‌ای، اگر من بخوام یه توضیح بدم، دو تا در واقع نهاد در کشور ما درست شد که بعدها ما فهمیدیم کاملا حساب شده است و من معتقدم با مشاوره خارجی انجام شده، یکی اتاق خانه کارگر و یکی دانشگاه آزاد. حالا توضیح میدم چرا این مسئله رو عرض کردم، برای اینکه اگه ما ریشه هاشو ندونیم به راه نادرست میریم. خانه کارگر فلسفه وجودش این بود که میدونید، کسانی که کار کردن میدونن که خانه کارگر به
کارگاه های کوچیک خیلی زورگویی میکرد، نه کارگاه های بزرگی که مال سران کشوره، نه حتی کارخانجات که مربوط متعلق به آقای حسن صادقی و سایر اعضای خانه کارگره. کارگاه کوچیکی مثلا خود ما تو روزنامه با 40 نفر 50 نفر کارگر واقعا ظلم میکردن به ما، یعنی طرف کارش انجام نمیداد، اذیت میکرد، دیر میومد، دیر میرفت، گزارش دروغ مینوشت، گزارش تکراری میرفت، گزارش دزدی میکرد، از دیگه میورد اخراج میکردیم، میرفت از خانه کارگر و دادگاه های اداره کار مثلا خسارت 5 میلیون تومانی میگرفت. از این چیزا زیاد داشتیم. و اگر واقعا از کارگاه های کوچکی که مستقل هستن بپرسید، میدونید خانه کارگر چقدر ظلم کرده بهشون و چقدر اتفاقا باعث کاهش سطح تولید و چقدر باعث کاهش سرمایه گذاری شده. اما فلسفه وجودیش چی بود؟ یک تشکیلاتی درست بشه که کارگرها فکر کنن که حامیشون هست، در حالی که کاملا در اختیار نیروهای امنیتیه. یعنی خانه کارگر همواره در اختیار نیروهای امنیتی بوده. سالهای طولانی آقای عباد یا همین آقای ربیعی سخنگوی دولت روحانی که یه مدتی هم وزیر کار دولت روحانی بود، یکی از امنیتی ترین چهره های جمهوری اسلامی، خانه کارگر در اختیار ایشون بود. حالا آقای محجوب و اینها هم ظاهرا روی پرده بودن و بعض آقای حسین کمالی و دیگران روزنامه کار و کارگر، نه همش متعلق به اونجا بود. اما فلسفه وجودیش این بود که کارگرا به جایی که دنبال سندیکا باشن، به دنبال تشکیلاتی باشن از حقوقشون دفاع کنه، فکر کنن یه تشکیلاتی وجود داره خیلی قوی ازشون دفاع میکنه، مستغنی بدونن خودشون از داشتن تشکیلات کارگری. و این بازی رو جمهوری اسلامی اصلا برد تو این قضیه. یعنی با این تصور در واقع خانه کارگر با زورگویی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ظاهراً حمایت از کارگران، عملاً کارگران رو به این تلقی رسون که نیاز به تشکیلات ندارن. تشکیلات دومی که من بازم معتقدم با مشورت خارج درست دانشگاه آزاده. ببینید خب دانشگاه یکی از خصلتاش اینه که دانشجو صبح میره تو دانشگاه، بالاخره حالا یک ساعت کلاس داره، یک ساعت کلاس نداره، یک کتابخونه‌ای هست، یه سلف سرویسی هست، یه محبت بازی هست، دانشجو کنار هم گیر. دانشگاه آزاد با اینکه ثروتش بسیار بیشتر از دانشگاه‌های دولتیه، اما می‌بینید که اومده ساختمان متعدد گذاشتن. یه دانشجو بعضی وقت در روز ناچار 3 تا ساختمان عوض کنه برای کلاس‌هاش، و اینها بی‌دلیل نیست. برای اینکه همون اون در واقع ویژگی دانشگاه که دانشجو دور هم جمع میشن، از اوقات فراغت باعث میشه که به همدیگه نزدیک میشن، هوس به سرشون میزنه که کار مثلا سیاسی انجام بدن یا کار اجتماعی انجام بدن یا کار فرهنگی انجام بدن. در واقع فلسفه وجود دانشگاه آزاد این بود که این دانشگاه آزاد اصلا کاری براش نداشت که مثلا 3 تا ساختمان بزرگ تو تهران بخره، یه نفر بره دانشجوی ثابت مثلا دانشگاه مرکزی تهران باشه و اونجا تمام دروسش اونجا بگذرونه. ولی میدونید حالا حداقل تا زمانی که من ایران بودم که بعضی از دانشجو واقعا در طول روز ناچار بودن 3 تا ساختمان عوض کنن برای اینکه به کلاساشون برسن. اینم فلسفه وجودیشون بود که اون از اون تجمیع دانشجو جلوگیری بشه، و به همین جهت اینم از کارهای موفق جمهوری اسلامی بود در راستای سیاست‌های خودش. خب تا زمانی که این تشکیلات پا گرفت، یه آدم یه مدیر قوی مثل آقای جاسمی نیاز داشتن که بسیار هم فاسد بود. یعنی اصلا در فسادش تردید نکنید شما. شما مثلا در انتخابات سال 80 رقم بسیار کلانی از درآمدهای دانشگاه آزاد استفاده کرد برای تبلیغات ریاست جمهوری خودش، و در حال دورهای مختلف مجلس هم دانشگاه آزاد یکی از اسپانسرهای مالی بخشای از کاندیداها بود. ولی وقتی که جا افتاد، و این جا افتادن همزمان شد با اراده آقای خامنه‌ای برای تضعیف هرچه بیشتر جایگاه هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفتن که جاسپی رو بردارن. موضوع رو در اون مقطع آقای خامنه‌ای واگذار کرد به احمد نژاد. احمد نژاد اومد، آقای اگر اشتباه نکنم دانشجو نامی بود یه مدتی گذاشت رئیس دانشگاه آزاد، که یکی از برادراش هم بعد شد وزیر علوم دولت آقای دو تا بردم فرهاد و فکر کنم کامران دانشجو، یکیشون رئیس دانشگاه آزاد، و بعد حالا ادامه پیدا کرد. به هر حال اون وضعیت دانشگاه اومد مدیریتش، یه مدتی هم که آقای میرزاده رو گذاشتن. به محض اینکه آقای رفسنجانی فوت کرد، آقای خامنه‌ای اومد. خیلی جالب بود که حالا اینم دوستان بعد نیست بدونن، به محض اینکه هاشم رفسنجانی فوت کرد، خب هاشم رفسنجانی یک سمت ظاهرا مهم حکومتی داشت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک سمتی هم در کنار داشت که رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد بود. آقای خامنه‌ای 4 ماه یا 5 ماه بعد از فوت رفسنجانی رئیس برای مجمع تشخیص مصلحت تعیین نکرد، به صورت موقت یک رئیس موقت گذاشت آقای موحدی کرمانی تا بعد آقای هاشم شاردو گذاشتن. اما روز بعد از فوت رفسنجانی اومد اختیارات رئیس هیئت امنا که در اختیار هاشم رفسنجانی بود داد به ولایتی، ولایتی شد رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد. و بعد از اون هم
با استقرار آقای ولایتی اومدن آقای میرزاده رو برداشتن و همینطور یه تغییر تحولات اونجا انجام شد. مدتی که شما نکنم فرهاد رهبر رو گذاشتن رئیس دانشگاه آزاد که بعد رهبر درگیر شد با ولایتی، یه درگیری‌های در واقع سزلی بین حراست دانشگاه آزاد و ولایتی و رهبر ایجاد شد. رهبر رو برداشتن که حالا یه نفر دیگه واسه بود و بعدم آقای تهرانچی. ببین اون چه اتفاق افتاده دانشگاه آزاد الان. تو این وسط آقای صادق لاریجانی هم نقش ایفا میکرد. این آقای صادق لاریجانی اومد به یک دلیلی نمیدونم به چه عنوانی که یک اظهار نظر کرد، آقای رفسنجانی یک اظهار نظر کرد در مورد که دانشگاه آزاد وقف توسط مؤسسین اولیه. میدونی دانشگاه آزاد یک هیئت مؤسس اولیه داره که احمد خمینی بود و رفسنجانی و دیگر واش خود آقای خامنه‌ای هم ظاهرا بود و به دلیل اینکه دانشگاه آزاد ثروت زیادی داشت اینا اومدن وقف کردن دانشگاه آزاد رو و ظاهراً متولی وقف هم حالا به نوعی آقای رفسنجانی بود. یک دعوایی پیش اومد وقتی آقای رفسنجانی اظهار نظری کرد به عنوان واقف، آقای صادق لاریجانی رسما مخالفت کرد و مشخص هم بود این مخالفت با حمایت آقای خامنه‌ای. عملاً در اون دعوا آقای لاریجانی پیروز شد. یعنی آقای هاشم رفسنجانی در اواخر عمرش اگرچه ریاست هیئت امنا دانشگاه آزاد به عهده داشت اما خیلی اختیار در اونجا نداشت. البته هیئت امنا اگر اشتباه نکنم آقای حسن خمینی اونها توش بودن. ظاهراً با توجه به وزیر علوم دولت روحانی هم در اون مقطع بود، ظاهراً اکثریت هیئت امنا به نوعی در اختیار آقای رفسنجانی بود اما خیلی صاحب اختیار نبودن. با فوت آقای رفسنجانی و انتقال ریاست هیئت امنا به آقای ولایتی اون درصد عوض شد و دیگه باند رفسنجانی اختیارشون از دست دادن. به همین جهت میگم بلافاصله میرزاده برداشتن. اما الان یه ابهامی وجود داره به نظر من که حالا شاید هم ابهام نباشه، بخش از نوع بازی خود آقای خامنه ای که همواره سعی میکنه از داخل حاکمیت اپوزیسیون سازی بکنه. به نظر میسه بعضی از حرکات دانشگاه آزاد مثلا با گروهی از در واقع سیاست ها و منش های جبهه پایداری مخالفه، یا مثلا کاری که روزنامه فرهیختگان روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد در مورد مسئله نارنجستان شیراز انجام داد ظاهرا با نگاه عمومی حاکمیت متفاوته. اگرچه عرض بکنم کلیت قصه آقای تهرانچی موازش خیلی انسانی تر از مثلا آقای نمیدونم سعید جلیلی‌نا نیست، ولی یک نوع به نظر میرسه یا یک نوع رقابت واقعی یا یک نوع رقابت سازی مصنوعی که آقای خامنه‌ای همواره عرض میکنم در تمام دوره رهبریش تلاش کرده از درون حاکمیت یک اپوزیسیون سازی قلابی انجام بده برای اینکه مردم احساس کنن که حالا بریم به این رأی بدیم سرکه از آب ترشتر. یک نوع اینطوری احساس میشه، میگم به خصوص اینو من باز تکرار میکنم، به خصوص حرکتی که روزنامه فرهیختگان در قصه نارنجستان انجام داد و اومد ادعا کرد برخلاف تمام ادعاهای حکومتی که در قصه نارنجستان شیراز درگیری رو اول اون عامر به معروف شروع کرده، اون خانم رو کتک زده و شوهر اون خانم در دفاع از همسرش اومده درگیر شده که حالا مثلا این سری سر صدا هم شد. یعنی میخوام خدمت شما بگم که به نظر میرسه که یک نوع حالا از دو حال خارج نیست، بخشش رقابت طبیعی درون حاکمیت با اومدن آقای رئیسی، خیلی از افراد حتی افرادی که با هم مخالف بودن دارن در کنار هم قرار میگیرن که از شر این موجود پلید حداقل در امان باشن، یا اینکه واقعا دانشگاه آزاد با توجه به اینکه ثروت کلانی هم هست و پشت پرده هم صادق لاریجانی درش نقش داره هم ولایتی و ولایتی هم خدمت شما میگم. ببینید دوستان شاید یادشون باشه یادشون نباشه، مثلا در انتخابات سال 92 که هم ولایتی کاندیدا بود هم سعید جلیلی، حرفایی که ولایتی در مناظرات علیه سعید جلیلی زد خیلی عجیب بود. یعنی دقیق حرفایی میزد که ما هم میزدیم، نه به عنوان طرف مخالف یا طرفدار حکومت، در مورد مذاکرات هسته‌ای هم حرفایی که ما میزنیم که سعید جلیلی مذاکره بلد نیست فقط میره شعار میده، عین همین حرفا در مناظره تلویزیونی میزد. میخوام بگم این ولایتی حالا یا یک نوع نمیدونم نمیتونم اینو قبل بگم که الزاما استقلال داره، ولی شاید اجازه داره که یک نوع استقلالی از خودش نمایش بده و دانشگاه آزاد بدون تردید، الان من جمله آخر عرض کنم، بدون تردید به نوعی سیاست های آقای خامنه ای از طریق ولایتی درش اعمال میشه. البته آقای ولایتی اخیرا مدتی بیماره، ممکنه بیماری آقای ولایتی باعث شده باشه که بعضی از افراد دیگه اونجا نقشش پررنگ‌تر شده باشه، ولی اونچه مسلمه الان دانشگاه آزاد میتونم با قاطعیت بگم که سیاستاش با سیاست دولت رئیسی هماهنگ نیست. خیلی متشکرم. آقای گرامیان من اون قبلا بود نوبتم، میشه الان یه دو سه دقیقه صحبت کنم با آقای واحدی؟ حالا خود آقای واحدی اگر تشخیص بدن که هم صحبت بشن اب نداره، نمیدونم
چون با ایشون میخواین صحبت بفرمایید دیگه. آره، میخوام یه دونه نقد خیلی خوبه برای این روزهای همبستگی ما، خیلی خوبه. میخوام با آقای وادی صحبت کنم. آقای وادی هستین؟ آقا مشابه؟ بله هستم در خدمتتون. آره آقای وادی، مرسی. من در روزهای همبستگی این حرفا رو میزنم چون با تمام وجودم اعتقاد دارم که آدم هایی مثل من که مار جامعه ان و آدم هایی مثل شما که حالا به نوعی در الیت و یا سخنگو اینا قرار میگیرن، باید در دست هم از جمهوری اسلامی عبور کنیم. این اعتقاد شخصی منه. برای همین الان من 2-3 سال شما رو کامل فالوتون میکنم، بعد منت نمیذارم سرتون، برای 4-5 بار دکمه تنکیو پیپال هم براتون زدم، همیشه هم لاو و غرب رو براتون گذاشتم، کامنت های مثبت و انرژی مثبت هم براتون گذاشتم. ولی یه ایرادی که در شما میبینم همین چیز آخرتون که راجب آقای غنی نژاد گذاشته بودی، من هم دکمه پیپالش رو براتون زدم، هم کامنت مثبت براتون گذاشتم، هم لاو گذاشتم، ولی ایراد شدید بهتون دارم. ایرادتون اینه که ببینید، ما الیت ما آدم های مسئولیت پذیری نیستن، یعنی سعی میکنن یه جوری حرف بزنن هرکی هرچی دوست داره برداشت کنه. خب در اینی که شما هم دیدتون مثبته و خودتون رو تو برایت ساید قرار میدی و سعی میکنی از حرفهای غنی نژاد برای منی که اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی دارم انرژی مثبت بگیرید، اون تایتل رو زدید. ولی من از شما توقع دارم، حالا اگر دوست دارید و اگر اعتقاد به همبستگی دارید، اگر دوست دارید طرفدارانتون رو خوشحال کنید، من به اعتقاد دارم شما نباید از آقای غنی نژاد وقتی یه همچین حرفی میزنه تشکر کنید یا تعریف کنید یا سخنانش رو جابجا کنید، در این حال نباید توهین بکنید یا حذفش بکنید، ولی باید بهش بگید که آقا در این شرایط حرفتو شفاف قوی درست بزن، حرف چپ و چوره نظر ما مجبور شیم درستش کنیم و واقعی خودت باش، حرفتو کامل بزن. اگه میگی به براندازی اعتقاد نداری، بیا بگو چرا اعتقاد نداری، تکلیف ما رو با خودت مشخص کن. ممنون. دیگه اونجوری ازش تعریف تمجید نکنید. مرسی آقای بایدی. جان باید فرمایشی دارید یا بگذارید؟ من فقط چون موضوع مربوط به اتاق نیست، اگه شما اجازه میفرمایید من توضیح بدم، چون موضوع مربوط به اتاق نیست. خواهش می‌کنم. ولی اگر شما اجازه بفرمایید خواهش. ببینید، من فکر میکنم توضیحاتم اونجا خیلی کامله. من گفتم آقای من تو صحبت‌های آقای غنی نژاد رو اونجا دونه دونه مطرح کردم و هر بار هم باز از آقای غنی نژاد سوال کردم، خب حالا با این شرایط تو کماکان میگی براندازی امکان پذیر نیست. برداشت من اینه که من توضیح هم دیشب تو این ویدیو دادم، گفتم ببینید هیچ کس برای کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وظیفه ای که من به عنوان یک مثلا خبررسان، یک خبرنگار دارم، آقای غنی نژاد به عنوان یک محقق، به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک کارشناس دارن، اینه که ما واقعیت های جامعه رو به مردم بگیم. و اتفاقا در ویدیو دیشب همین رو گفتم، گفتم از اینجا بعد دیگه وظیفه ما نیست. یعنی گفتم آقای غنی نژاد، همونطوری که تو به خارج نشین ها میگی که دست از سر مردم بردارید، آقای غنی نژاد تو هم دست از سر مردم بردار. تو واقعیت ها رو گفتی و درست هم گفتی، میگی این حکومت عقل ندارد، علم ندارد، تدبیر ندارد، ایدئولوژیک است، یک شعارهای متوهمانه میدهد، اصلا به منافع ملی فکر نمی کند. همین دونه دونه حرفاشو که در سر هر موردم سوال کردم، آقای غنی نژاد تو اینی که تو میگی آیا نشانه‌ای بر رفعش میبینی؟ آیا نشانه بر اصلاحش میبینی؟ اگر نمیبینی پس تو هم معتقد به براندازی هستی. ببین بحث ما مطرحه. من اونجا هم با آقای غنی نژاد گفتم آقا همونطور که تو به خارج نشینا میگی دست سر مردم برده، تو هم دست سر مردم بردار. تو وظیفتو انجام داری. تو اومدی گفتین دولت عقل ندارد، این حکومت نه دولت، این حکومت عقل ندارد، تدبیر ندارد، زمان شاه مدیریت بسیار بهتر بود، بهره برداری از منافع بسیار بهتر بود، این حکومت داره منافع ملی رو قربانی شعارهای متوهمانه میکنه، این حکومت داره خودش رو متولی امت اسلامی میدونه در حالی که اکثریت امت اسلامی اصلا ایرانی ها رو مسلمان نمیدونن. اینا رو دونه دونه من گفتم. گفتم خب تو اینایی که میگی همینه که فایده میکنه، بذار به عهده خود مردم، چرا میگی براندازی نکنید؟ و بعد آخرش هم آدم حرف آقای غنی نژاد، آخرین جمله‌ای که آقای غنی نژاد در جمع‌بندی حرفش میزنه میگه حکومتی که رضایت مردم را نداشته باشد کارش تمام است.
در جای جای صحبتش هم میگه مردم ناراضی هن. مردم از این که حکومت میخواد دستوری همه کار رو پیش ببره ناراضی هن. از این که این همه بیکفایتی هست ناراضی هن. از این همه فساد ناراضی هن. میگه ما بدترین مافیای اقتصادی رو در ایران داریم. میگه ما بدترین مافیای فامیلی رو داریم. میگه در ایران گزینش ها فقط برای خودی هاست. هیچ مبنای یعنی تمام ایرادهایی که ممکنه یک حکومت در هر نقطه از دنیا داشته باشه آقای غنی‌نژاد نسبت میده به این حکومت. من صحبت های شما دونه دونه تحلیل کردم، دونه دونه یادآوری کردم و بعد پرسیدم میگم آقای غنی‌نژاد شما خودت هم در صحبتات هیچ جا نشانه بروز نمیدی از اینکه این حکومت قابل اصلاحه، پس معنیش براندازیه. اما حرف من یه چیز دیگه است دوست عزیز، همیشه بنده که بارها و بارها گفتم که حتی یک روز براندازی جمهوری اسلامی زودتر انجام بشه از نظر من بهتره. و حتی بالاتر اومدم به کسانی که موقع روابط بسیار نزدیکی بهشون داشتم، ارادت بهشون داشتم، مثل آقای کروبی، گفتم آقای کروبی شماها حرفتون اگر باعث بشه یک روز بیشتر به عمر جمهوری اسلامی اضافه بشه شما خائن هستید. اینا رو به همه رو گفتم. اما یک چیز در کنارش هست، میگم از کجا معلوم فهم من درست باشه؟ من میگم من آقای غنی‌نژاد، شما آقای گرامیان موظف نیستیم به مردم بگیم براندازی بکنید یا نکنید، موظف نیستیم به مردم بگیم از جمهوری اسلامی دفاع بکنید یا دفاع نکنید، موظف نیستیم به مردم بگیم که آقا مثلا سیاست جمهوری اسلامی رو شما تایید بکنید یا نه. ما موظفیم آنچه میفهمیم از اوضاع به مردم بگیم، مردم تشخیص بدن. اگر بعد از اینکه من غنی‌نژاد، گرامیان، نمیدونم سعید لیلاز، هر کس اومد حرفا رو در مجموع گفت و مردم تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی حفظ کنن، من کی باشم که بگم حفظ نکنید؟ من کی باشم که بگم براندازی بکنید؟ یا آقای غنی‌نژاد کی باشه که براندازی نکنید؟ من به هیچ وجه از حرف آقای غنی‌نژاد، از اینکه براندازی نباید بشود یا اینکه براندازی بدترین گزینه است، دفاع نکردم و گفتم همونجا هم گفتم از نظر من تنها گزینه نه که بهترین گزینه، تنها گزینه براندازیه. اما کی گفته فهم من درسته؟ من اون بخشی از حرفای آقای غنی‌نژاد تایید کردم و الان هم تایید می‌کنم، آقای غنی‌نژاد با نگاه کارشناسی دقیق و بسیار دلسوزانه تک تک واقعیت‌های مدیریت جمهوری اسلامی رو داره میگه. من چرا ازش دفاع نکنم؟ همه رو میگه، ولی میگه به نظر من براندازی درست نیست. میگه براندازی منجر به جنگ داخلی میشه. من توضیح دارم، هم پریروز گفتم هم دیشب گفتم، گفتم اتفاقا اگر جمهوری اسلامی بماند براندازی میشود، جنگ داخلی میشود. مگر الان جنگ داخلی نیست؟ جنگ داخلی مگه شاه خودم داره؟ کاری که جمهوری اسلامی کرده که مردم رو تو خیابون ها رو در روی هم گذاشته، من بارها اینو گفتم. ببینید دوستان، صحبت خدا شده من الان نیست، از 10 سال 12 سال پیش هر وقت یک راهپیمایی حکومتی راه افتاده یه دور افتادم میگه اینا ساندیس خورن. من بارها گفتم آقا نگید این حرفو، بسیاری از افرادی که در این راهپیمایی شرکت میکنن حتی یک دونه ساندیس هم گیرشون نمیاد، اما طراحان این راهپیمایی ها حتی به 100 تا کارخونه ساندیس هم قانع نیستن. من همه رو گفتم. ولی ببین دوست عزیز، بس بر سر اینه که ما کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به مردم میگه آقا ایو هناس بدونید این آدمی که میاد تظاهر میکنه، این که میگه من دفاع از مظلومان میکنم، دروغ میگه. غنی‌نژاد داره همین حرفو میزنه. حالا دیگه من چه کارم به مردم بگم براندازی بکن یا نکن، یا غنی‌نژاد چیکار است؟ و من در همونجا هم گفتم، من همونجا صریح گفتم، بارها گفتم اگر جمهوری اسلامی بماند ایران تجزیه خواهد شد، اگر جمهوری اسلامی بماند الان جنگ داخلی. ببین دوست از این که مطرح میکنم، شما یه مقسمی یک لات بی سر و پای بی خانواده حرام لقمه ولد زنای مأمور ارشاد که میاد دختر مردم میگیره سرشو میزنه به ون، اون یک موضوعه. یه سری افراد زیادی، یه زنه، یه پیرزن بیچاره، یه خانم میانسال بیچاره که اونم وضع مالیش از اون یکی بدتر اگه نباشه بهترم نیست، نشسته توی مترو، توی اتوبوس درگی میشه با یه نفر که سر حجاب. این که دیگه مأمور حکومت نیست، این یعنی جنگ داخلی. یعنی من بحثی که مطرح کردم، اونایی که میگن جنگ داخلی میشه، جمهوری اسلامی همون بحث خانه کارگر که من مطرح کردم، مسئله که مطرح کردم، جمهوری اسلامی تمام سیاستاش از سالهای گذشته برای ماندن خودش بوده که اقشار مختلف مردم رو رو در روی هم قرار بده. از اون حادثه که سال 60 ما فکر میگم که خیلی حادثه بزرگی و قهرمانیه که مادر بیاد تو تلویزیون بشینه و فرزند خودش رو معرفی کنه برای اعدام، اینا این نبوده که جمهوری اسلامی می‌خواست حق رو استیفا بکنه یا حق رو اجرا بکنه، نخیر، می‌خواست دعوا رو داخل خانواده ها ببره. از این طریق ببینید، از این طریق جمهوری اسلامی کار کرده، نه کودتا امکان پذیر بوده، نه اینکه انقلاب امکان پذیر بوده، بلکه دعواها داخل خونه ها رفته. خب این یعنی جنگ داخلی. این حرفو هم به آقای غنی‌نژاد زدم. اما دوست عزیز، من همیشه تو اظهار نظرم فرض میکنم که شاید یک درصد من اشتباه کنم، اونشون درست بگه. چرا باید بگم غنی‌نژاد همه حرفای درست رو بزنم کنار، این یک کلمه که گفته براندازی درستی رو بچسبم بهش؟ تازه باز وسط حرفش غنی‌نژاد حرف دیگه میزنه، میگه که ما اگه بخوایم انقلاب کنیم باید رهبر داشته باشیم. میگه من هم قبول دارم که انقلاب ملی در کشور وجود داره. دیگه چجوری بگه؟ ولی این انقلاب رهبر نداره. پس
ته تهش قنی نژاد با براندازی مخالف نیست. شما نگو تفسیر میکنم، من فهمم و میگم، ولی میگم حتی اگر قنی نژاد با براندازی مخالف باشه، من چرا ارزش اون حرفای روشنگرانش که هر آدم عاقلی بنشینه گوش کنه تو سر خودش میزنه و اتفاقا مصممتر میشه به براندازی جمهوری اسلامی، اون حرف رو نادیده بگیرم؟ اینکه یک کلمه گفته من براندازی رو قبول ندارم بچسبم بهش. خیلی متشکرم. ممنون، مرسی آقای واحدی. ممنون و متشکر جناب آقای واحدی عزیز، جناب آقای بنکدار عزیز. خوش آمد عرض میکنم جناب آقای خرمی بزرگوار که به جمع ما پیوستن. جناب آقای کرمی رو نمیدونم داریم بالاخره یا نه، تشریف دارید؟ همین تحلیل رو ممنونم آقای رضایی عزیز. ببینید من اول دو سه نکته بگم. دوستای قبلی که صحبت کردن، این که از دوستان گفتن که حالا ما نباید، جمهوری اسلامی میخواد مشارکت در انتخابات کم باشه، مثلا اپوزیسیون میخواد کم باشه. خب از اون ورش اگر قراره که بگیم هرگاه اگر حرفی مثلا فرض کنیم که موضع ما با موضع حکومت به دلایلی، حالا با نیتهای مختلف اما در نتیجه یکی بود، پس به حضور شما عرض کنم که کار ما غلطه. خب ظاهرا حکومت هم میگه که من با تجزیه ایران مخالفم، هیچ کس نباید با تجزیه مخالفیم چون موضعمون با حکومت یکی میشه. من با شما موافقم که برخلاف ادوار گذشته حاکمیت این بار اصلا دغدغه میزان شرکت مردم در انتخابات رو نداره، اما این ور قصه براش اون که چیزی که منو نگران میکنه اینه که ما مردم رو وقتی معطل انتخابات نگه میداریم، یعنی بهشون امید میدیم که آقا درسته که حالا خیلی خوب نمیشه اوضاع، اما اگر انتخابات برگزار شه ممکنه به جای 58 استاد 56 تا اخراج کنن، پس دو تا ما جلوییم. اما نتیجهش اینه که مردم رو دوباره اون خشمی که در مردم ایجاد شده، اون اراده‌ای که در مردم ایجاد شده که آقا ما راهی جز یک تغییر اساسی نداریم، یک گذر از جمهوری اسلامی نداریم، باز معطل کنیم مردم رو. و شما که خیلی با انصافید، فقط 5 ماه می‌خواد معطل کنید. آقای تاج‌زاده خدا حفظش کنه و از زندان نجاتش بده، در تیر ماه پارسال میگه ما صبر کنیم ببینیم انتخابات سال آینده، یعنی از اون موقع 20 ماه آقای خامنه‌ای آیا پیام مردم رو دریافت کرده یا نه؟ یعنی 20 ماه مردم علاف کنید ببین پیام دریافت کرده یا نه. خب شما این حرفو که میزنید فکر کنم اصلا مجلس رو 100% شما گرفتید، مگه اصلا مجلس همون کاری تو مملکت؟ ببینید دوستان عزیز، این که ما ببین مردم رو، مردمی که جانشون به لبشون رسیده، الان اگر نمیان تو خیابون یه سری موانعی وجود داره، از جمله ممکن ترس باشه، بعضی از همین القاءات فریبکارانه که بعضی از افراد میکنن که اگه جمهوری اسلامی بره ایران تجزیه میشه، جنگ داخلی میشه. جنگ داخلی من توضیح دادم، جنگ داخلی الان هست دوست عزیز، مگه شاه خودم داره که ما بگیم مردم درسته حکومت دنبال جنگ داخلی ولی ما دنبالش نباشیم. شما این دیگه همچین وضعی که مردم درشون ایجاد شده، کاملا از جمهوری اسلامی عبور کردن، ولی یه سری موانع هست از جمله ترس از آینده یا ترس از سرکوب. الان این رو ما بیایم کاملا خشم مردم رو بیاریم پایین که آقا نه صبر کن انتخابات برگزار شه، خیلی خوبه دیگه. یعنی ما قانع کنیم مردم که آقا به جای از حالا قرار بوده که رئیس جمهور پیش میگفت یا یکی از معاونین بانک مرکزی میگفت دشمنان توطئه کرده بودن که دلار بالای 120 هزار تومان بشه، اما با تدبیر دولت آقای رئیسی 50 هزار تومان موند. خب شما دیگه این حرفا رو تکرار نکنید که این تو توقع مردم بیاد پنگ آقا همین قضیه ما قانع باشیم به جای که 58 تا استاد اخراج کنن 56 تا اخراج کنن 54 تا اخراج کنن، گوه میخورن یه دونهش اخراج کنن. ما چرا باید بیام بگم آقا خیلی خب چاره ای نیست، این که چاره ای نیست رو ما تحمیل حکومت دین حکومت تحمیل میخواد. اما ببینید دوستان عزیز، یکی از دوستان گفتن که اگر آقای رئیسی وعده دولت شیشه ای رو محقق بکنه، دوست عزیز دولت آقای رئیسی دولت شیشه ای هست الان، کدام آدمی که شیشه مصرف میکنه میاد میگه که امارات باید 100 امارات حاضر شده 100 میلیارد دلار در مناطق آزاد ما سرمایه‌گذاری کنه؟ معاون آقای رئیسی هم چرت میزنه. دولت شیشه ای از این بالاتر؟ دولت شیشه ای از این بالاتر که آقای رئیسی میگه حضور ما در بریکس تاریخ ساز میشه؟ خدا وکیلی الان قرار شده 6 تا عضو دعوت بشن به بریکس، یک جمهوری اسلامی، یکم عربستان. جمهوری اسلامی که برای 5 میلیارد و 900 میلیون دلاری که قرار است کره جنوبی آزاد شه، از رهبر گرفته تا رئیس جمهور تا رئیس کل بانک مرکزی تا نماینده مجلس، پس مردم عادی دارن میرقصن از شادی، در کنار عربستانی که فقط صندوق ذخیره ارزش 590 میلیارد دلار، دوستان فقط صندوق ذخیره ارزش 590 میلیارد دلار. عربستان نمیگه حضور ما در بریکس تاریخ ساز، آقای رئیسی میگه حضور ما در بریکس تاریخ ساز. دولت شیشه یعنی این، یعنی واقعا هیچ کسی که بدترین نوع شیشه رو مصرف میکنه و از نامدترین ساقی شیشه میگیره مثل دولت رئیسی نیستن. دولت الان کاملا شیشه ایه، شما نگران نباشید.
اما بازی که از دوستان اشاره کردن که بله راه امیدواری یکی از اعضای دفتر رهبری گفته که یکی از دغدغه‌های رهبری که و یکی از مطالبات رهبری از قوه قضاییه توسعه آزادی مشروعه. چرا شوخی میکنیم؟ در واقع شوخی نیست، اهانت به مردمه. اصلا عامل اصلی سرکوب آزادی ها کیه؟ کی بود یه ما پیش اومد گفتش که بدحجابی هم گناه شرعی، هم حرام سیاسی، هم حرام شرعی و باید باش مقابله بشه؟ چه کسی همین الان داره میگه که این دولت از همه دولت قبلی بهتره؟ اصلا شوخی چرا میکنید؟ مگر آزادی های مشروع، مگر برای آزادی مشروع رهبر باید رهنمود بده؟ رهبری باید گوش رئیس قوه قضاییه بشه که تو غلط میکنی جلوی آزادی مشروع مردم میگیری؟ نه اینکه یکی از اعضای دفتر ایشون توییت بزنه که مطالبه رهبری فلانه. مسخره بازی، کجای دنیا هم چیکار میکنن که اول رهبری چیکار است که مطالبه داشت؟ مگه مملکت قانون نداره؟ اگر کار به جای رسید که قوای استگانه کارآمدی خودشون ندارن، پس برای چی پول مردم حرام میکنن؟ این همه وزیر آقای محمد مهاجری، سرشناس، یکی از سرشناس ترین روزنامه‌نگاران اصولگرا، تا به حال 3 بار نوشته که از روز اولی که آقای رئیس اومده سر کار حقوق اعضای کابینه رو 2 برابر کرده. چرا نمیره از شکایت کنه؟ دروغه. خب اگر قراری که رهبری راهنمود بده، بعد ما دولت با این پرخرجی میخوایم چیکار کنیم؟ قوه قضاییه با این همه یه رقمش دو... چند سال گذشته گفتن چند صد میلیارد تومان فقط سود سپرده وثیقه های مردمه. باعث میشه که چون این ببینید سال 71 آقای رازینی که رئیس کل دادگستری تهران بوده نامه نوشته به شیخ ویرانساز محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که آقا ما وضع مالیمون خرابه، پول نداریم به قضاتمون، بعضی از قضات به خاطر بعضی از کارا پاداش بدیم، شما اجازه بدید از رهبری اجازه بگیرید این وثیقه های مردم که در حساب های بانکیه، چون بر اساس قوانین بانکی به حساب های دولتی سود تعلق نمیگیره، اجازه بدن به این وثیقه ها سود تعلق بگیره، از این سود ما برداریم استفاده کنیم بر مصارف خاص از جمله پاداش به قضات. سال 71 31 سال پیش این کار که اون روز هم غلط بوده، با پول مرد، پول مردم رو بذارید تو بانک، شما سودش رو بگید خرج بکنید. 31 سال دارن این کار انجام میدن. حالا نتیجهش چی؟ نتیجهش که قضات انگیزه پیدا میکنن وثیقه بالاتر از مردم بگیرن و انگیزه پیدا میکنن وثیقه رو دیرتر آزاد بکنن. خب اگه قرار رهبری رهنمود بده، رهنمود چم از طریق مطالبات، چم از طریق یه عضو دفترش منعکسش، این همه دولت میخوام چیکار کنیم اگر دستگاه اینقدر ناکار آمدن؟ و بعد میگم اگه مطالبه رهبری باید از طریق توییت اعلام بشه. یه ما پیش اعضای قوه قضاییه با رهبر ملاقات داشتن، چرا اونجا نگفت؟ چرا یک بار تشر نزده به اینها خود رهبر در صحبتش که آقا چرا آزادی های مشروع مردم محدود میکنید؟ بعد چون فکر آزادی اجتماعی مورد نظر آقای خامنه‌ای چیه؟ آقای خامنه‌ای همون کسی که چند سال پیش در دولت خاتمی یه سری اردوی دانشجویی بردن کیش. سخنرانی آقای خامنه‌ای هم الان برید سرچ کنید رو سایت ها هست. او آقا این کار یعنی چی؟ شما اگه میخواید دانشجو رو اردوی تفریحی برید مشهد، چرا میبرید کیش؟ اگه مطالبه داشتی اینه، احتمالاً مطالبه آزادی های اجتماعی رهبری اینه که آقا اگه دو تا باجناق از سران حکومت برن لات با هم لواط کردن اشکال نداره، این جزء آزادی اجتماعیه. وگرنه اگه بحث دغدغه‌شون آزادی اجتماعی مردم بود که تو سر قوه قضاییه می‌زد، خودش اصلا بنیادگذار و پیشاهنگ سرکوب نمی‌شد. شوخی واقعا ببینید بعضی از افراد اگه نمی‌دونم شوخی می‌خوان بکنن، شوخی‌های بامزه‌تر هست. اینطور با اعصاب مردم بازی نکنید. شخص علی خامنه‌ای خودش به اندازه کافی انگشت روی مردم می‌کنه. خودش میگم همین حرف پریروزش که میگه من از همه دولت‌ها حمایت کردم، از دولت آقای رئیسی تمجید هم می‌کنم. خدا وکیلی کدوم آدم که یک ذره نه آزادی اجتماعی، آرامش اجتماعی مردمش مهمه همچین حرفی می‌زنه در شرایطی که همه مردم فریادشون بلنده؟ واقعاً آدم فکر آزادی اجتماعی مردمه؟ ببین دوستان عزیز، من فکر می‌کنم که ما باید یه تکلیفمون رو روشن کنیم. اگر می‌خوایم بله میشه نشست دور هم دیگه حرف بزنیم، من یه حرف بزنم شما یه حرف بزنید، ولی اگه با وجدانمون کنار نیاییم و اگه کماکان من قرار باشه هر حرفی که می‌زنم الزاماً یک فوش به خامنه‌ای درش باشه و شماها یک بیزه ماری از خامنه‌ای درش باشه، به جایی نمی‌رسیم. شما واقعاً شماها معتقدید که دولت رئیسی در مقایسه با تمام دولت‌های بعد از انقلاب وضعش انقدر مثبته که علاوه بر حمایت تمجید هم لازم داره؟ آیا واقعاً معتقدید که علت آشوب‌های سال گذشته به قول خامنه‌ای اینی که دولت خیلی موفق بود، خارجی‌ها توطئه کردن، خدا وکیلی دولت رئیسی از اول خیلی موفق بود؟ ترکیب دولت رئیسی که اون آقای عبدالملکی و حقوق باز بود که قبل از وزارت میگفتش که من با 1 میلیون تومان شغلی ایجاد میکنم و در
انتقاد از دولت روحانی میگفتش که دولت روحانی نمیخواد قیمت دلار بیاد پایین. اگر فقط 300 میلیون دلار به بازار تزریق بشه به مدت حداقل 3 ماه میشه دلار رو 15 تومن نگه داشت. مگه رئیسی ادعا نمیکنه که ما داریم بیشتر از سابق نفت میفروشیم، پولهاش هم میگیریم، گرانتر هم میفروشیم، پولهای قبلی هم گرفتیم، صادرات غیر نفتیمون هم از زمان مادها تا حالا بی سابقه بوده. ادعا میکنن که در سال گذشته 52 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتن که در طول تاریخ کشور بی سابقه است. خب چرا 300 میلیون دلار نمیذارن تو حساب که دلار بشه 15000 تومان؟ همچنان اون آدم حالا به خاطر گندکاریایی که در تامین اجتماعی کرده برش میدارن، میذارن رئیس مناطق آزاد. دوباره میاد تلویزیون میگه که امارات اومده 100 میلیارد دلار در مناطق آزاد ما سرمایه‌گذاری بکنه. خب این دولت موفقی خدا وکیلی. اصلا شما فکر کن سفره‌های مردم ولش کن، شما توجه نداشته باشید، مردم غلط کردن گرسن، مردم اشکران نباید بخورن. دولتی که ترکیبش نه وزیر و مشاورش، اون افتضاح پریشا و تلویزیون دیدید، رئیس سازمان تامین اجتماعی دارید میبینید، اومده وایساده میگه زمان شاه متوسط عمر مردم 52 سال 53 سال بود، الان مردم انقدر امید به زندگیشون بالاست که 52 سالگی تازه میرن زن میگیرن. خدا وکیلی این واقعیت جامعه ما. خب اگر قبلی میام خیلی راحته، ماها شکممون سیره، جامونم گرم و نرمه، بیام بشیم آقا بور پدر مردم بیستارشون به جایی نبرسه، یه چیزی بگیم آقا خوشش بیاد. شما میگید که نمیدونم فلان کس گفته که نمیدونم فلان خانم متوهم گفته که 7 سال دیگه ایران جز اولین کشور قدرتمند دنیاست. چرا یه زن مظلومه که حالا چرا بخاطر یه لقمه نون گیرش بده یا شوهر خوب گیرش بده ادوار زده، چرا نمیگید خود خامنه ای؟ مگه خامنه ای سال 2012 نگفت طبق گزارش کارشناسان کارشناسان متعهد و گزارشات موثق نفت آمریکا در سال 2021 تمام می شود؟ این ممکن شما بگید یک اشتباه نخیر، یک اشتباه نیست. کسی که منابع اطلاعاتی حرف رو بزدن بالاخره بعد از گرفت دروغ در اومد، آیا مشخص شد من به اطلاعاتی حرف کی بوده؟ آیا باش برخوردی شد؟ خب همین منابع اطلاعاتی میرن امروز به خامنه میگن آقا از دولت خیلی خوبه، شاخص های اقتصادی بسیار خوبه، روز به روز داره وضع بهتر میشه. من که معتقدم خامنه ای میدونه واسه چه دروغ میگه، ولی اگه فرض رو بریم بذارم تو چه بخوام خوش میماتم راست میگه، منابع اطلاعاتیش همون کسایی که رفتن گفتن نفت آمریکا تا 2030 تموم میشه. چرا باید کشور وضعش طوری باشه که وقتی یک نفری بدی حرف میزنه حرف مفت مزخرف بی حساب بزنه که جرئت نکنه حرف بزنه؟ تا زمانی که اینطوری باشه خب بله اونم به خودش حق میده بگه دولت رئیس موفق‌ترین دولت من، تمجید هم ازش میکنم. ساده زیست میگم آقا محمد مهاجری که من نیستم، محمد مهاجری سالها معاون سردبیر کیهان بوده و امروز هم در کاتگوری اصولگراست، نه اصلاح طلب، نه اعتدالی، نه ضد انقلاب، نه براندازه. میگه دو آقای رئیسی روز اولی که اومده در پشت میز نشسته حقوق اعضای کابینش دو برابر کرده، بعد خامنه ای میاد میگه دولت ساده زیست. ببین دوستان عزیز، من نمیدونم، ما میتونم میگم یک راه اینه که همینطور ادامه بدیم، یه سری افراد بیان یه حرفی بزنن که آقا خوشش بیاد یا نه مثلا خودشون خوششون بیاد، منم یه سری فوش بدم خودم خوشم بیاد، این اوضاع میگذره. بالاخره من رسیدم به 60 سالگی، در 15 سالگی تمام میشم میره، شما هم همینطور، شما حالا 20 سال دیرتر، مردم بدبخت دور اونجا بدبختن. اما عزیزان اینو بدونید، شما حکومت احمقه که فکر میکنه با سرکوب مسئله حل میشه. به خداوندی خدا اینو با من با تمام قصه میگم، حکومت در آینده نه چندان دور اگه وزنتور پیش بره باید روزانه شبانه روز با بیل و فرغون جنازه است تو تابونه جمع کنه که مردم از سر عقده و ناراحتی پلیس خواهند کشت. ببینید من چه روزی بهتون گفتم، پلیس خواهند کشت، پاسدار خواهند کشت، آخوند خواهند کشت، قاضی خواهند کشت، با حرف من شما کنار نمیرن. مردمی که زورشون نرسه هر جا بتونن، یه آخوند بدبختی که تو شهرک طلاب مشهد، یعنی انقدر وضعش خرابه تو شهرم نه، میره تو حاشیه مشهد زندگی کنه، مردم میکشنش. و این ثمره خودخواهی، تکبر و ایران ستیزی و مردم ستیزی علی خامنه ایه. این که شما اصلا آقا دموکراسی نمیخواد، تو چرا باید رئیسی رو بکنی؟ چون آقا یه نفر واقعا تو این حکومت کارآمدتر از این آقای همساده که به قول دوستمون نداشت، مگر آقای همساده در حضور شخص علی خامنه ای نگفت ما نه تنها تو واکسن تولید کنیم، همین الان حاضرن پتنتش از اون تامین دلار بخرن؟ کدوم کشور دنیا حاضر شد نه تنها نپذیرفتن؟ آقا حج سال گذشته اولین سال بعد از کرونا رسما دولت عربستان اعلام کرد که واکسن های ایرانی که زرید قبول است باید واکسن بده، همه حجاج رو مجبور کردن واکسن اروپایی بزنن. کسی یقه آقای همساده رو گرفت؟ آخر حرفم بزنم، برای اینکه ببینید با حکومت فریبکار سر کار دارید. دیروز سخنگوی وزارت دفاع اومده گفته که ما از سال 95 تا به حال یک تور اطلاعاتی انداختیم، یک چند تا گروهی که داشتن کار
ضد انقلابی میکردن، کار جاسوسی میکردن، کار خرابکاری میکردن، دستگیر کردیم. اینا میخواستن قطعات معیوب در موشکای ما سر کار بذارن و ما سر بزنن. آخرش چی میگه؟ میگه اگه موفق میشدند ما یک خسارت 19 میلیون، دوستان دقت کنید، حرف من نیست، حرف سخنگوی وزارت دفاعه، میگه ما یک خسارت 19 میلیون دلاری متحمل میشدیم. از سال 95 تا حالا 7 سال لابد 40 50 نفر آدم کار اطلاعاتی کردن، قطعا حقوق و مزایایی که به این آدما دادن از 19 میلیون دلار بیشتره. چه حکومتی میگه من یک خسارت 19 میلیون دلار جلوش گرفتم؟ همون حکومتی که به خاطر حماقت سرانش، به خاطر تبدیل 7 میلیارد دلار پولی که در کره داشتیم، تبدیلش به یوان کره جنوبی، در یک دوره دو ساله 1 میلیارد و 100 میلیون دلار ضرر زده به کشور. حالا میاد کلی آشوب سرسرا میزنه، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع بیانیه میدن که ما یک گروه بزرگ صهیونیست رو خنثی کردیم که اینها اگر موفق میشدن 19 میلیون دلار به ما خسارت میزدن. این خدا وکیلی جز تمسخر مردم چیز دیگه هست؟ این واقعا کشف اطلاعاتیه؟ خیلی متشکرم. آموزش با سوال من یادت رفت. چی بود سوال عزیزم؟ در مورد موزه شاهزاده پهلوی و مخالفت. من یه مقداری الان تحفظ دارم، نه اینکه یارم فارغ، چون شما نمیخواستم بگم، شما گفتی. من چون اگه قرار باشه اظهار نظر کنم باید در مورد یه سری پکیج کامل صحبت کنم، از جمله کار بسیار عجیبی که همسر ایشون کرده، دارم بلیط میفروشن برای نهار با حضور ایشون، ترجیح دادم حرف نزنم. اما اون صحبتی که ایشون کرده و گفته که سپاهیانی که دستشون به خون آلوده نیست باید احساس امنیت بکنن، من هم قبول دارم. اما اینکه تهش رو باز بذار، میگیم تا روز آخر شما تو سپاه بمون، سیاهی لشکر برای سپاه درست بکن، ولی اگر دستت به خون آلوده نبود که کار ساده ای هم نیست، بالاخره این سرکوبا تو خیابون کی داره انجام میده؟ اینکه ما میگیم فقط چند تا از سران سپاه هستن، من حتما قبول ندارم. من معتقدم بدنه سپاه هم دارن انجام میدن. اما اون ورش هم میگم کسانی هم که این رو بهانه کردن علیه شاهزاده، خودشون هم خیلی علیه سرابتر نیستن. خودشون تا چند سال پیش، یکیشون از کسانیه که کلیپ ویدئویش هست، دو سال پیش رسما با قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی دولت کانادا مخالفت میکرد، اصلا با کلیت سپاه نباید گذاشته بشه. موافقم با شما که بعضی از افرادی که این صحبت شاهزاده رضا پهلوی رو چماق کردن تو سر ایشون میزنن، خودشون هم خیلی چیز نیستن. اما من کلیت حرفو قبول دارم که باید افرادی که دستشون به خون آلوده نیست یک اطمینان از ما داشته باشن که قرار نیست انتقام گیری بشه. ولی رو هم بخوام، موضع سال گذشته خود شاهزاده خیلی بهتر بود. اومدن گفتن که تا حالا هر چی بوده تموم شده، ولی از سال بعد نمیتونیم بپذیریم. اینکه الان بعد از یک سال خورده ایشون بیاد بگه که اگر ما جز چند نفر سطح بالای سپاه و بقیه کار نداریم، این به نظرم که سفید امضا به سر افرادی که تا روزی که میتونن بخورن و بچرن، روزی هم که شد بیان میگه ما دستمون به خون آلوده نیست. بالاخره این سیاهی لشکر اعتماد به نفس با هم فرماندهی بالا میده. ولی عرض میکنم من در مورد جزئیاتش بنا داشتم صحبت کنم، اما احساس کردم اگه در این مورد صحبت کنم، در مورد نهار کذایی صحبت نکنم، وقتی متهم میشم و به درستی هم متهم میشم به اینکه دارم خواسته خرجی میکنم، تصمیم گرفتم فعلا خیلی وارد جزئیات صحبت‌های شاهزاده و حواشی ایشون نشم. خیلی متشکرم. ندیدم بنای باید بفرمایید شما. بله متشکرم. ببینید این دوستمون یه فرضی گذاشته که روحانی و ظریف از رئیسی و امیر عبداللهیان بهترن، بعد میگه ما ضرر کردیم از دست دادیم. من بر شما عرض میکنم روحانی و ظریف به مراتب خبیثتر از رئیسی و امیر عبداللهیان هستن. آقای ظریف با سوء استفاده از تسلطش به زبان دنیا میومد تو دنیا میگفتش که اگه مردم جمهوری اسلامی قبول نداشتن که به 73% رأی نمیدادن. همین خبیث خودش اومد گفت من رفتم در شورای امنیت ملی و گفتم اگر موشک زدید به هواپیما بگید من برم راست و روزش کنم. یعنی افتخار میکنم اینکه میخواست بره جنایت رو توجیه کنه. شما به چیه ظریف مینازید؟ به چیه ظریف افتخار میکنید؟ آقای ظریف بشار اسد اومد ایران، بهش خبر ندادن، بهش برخود استعفا داد. ولی وقتی قاسم سلیمانی بهش گفت تو هواپیمای مسافربری ما سلاح جابجا میکنیم، نگفت تا روز آخر حکومتش. این به مراتب خبیث‌تر از امیر عبداللهیان. چرا شما فرض میکنید ظریف بهتر از امیر عبداللهیانه؟ بعد شما بگید که اگر مثلا 24 میلیون پشتوانه داشته باشه دولت نمیتونه کار کنه. آقای روحانی 24 میلیون پشتوانه داشت، تونست برجام رو برجام که شعار اصلی روحانی بود تونست به سامان برسونه. چرا مردم رو فریب میدید که بیان تو انتخابات دوباره 6 ماه دیگه مردم الان فشن جمهوری اسلامی به انتخاباتش بنازه دوباره؟ اصلا تو آقا تو انتخابات اخیر علی لاریجانی تحمل نکردن. جوک میگید شماها. کار به جای رسید که علی لاریجانی این بار برای مجلس هم دیگه ثبت نام نکرده. شما دوباره چی دارید میگردید؟ آقا اگه پشتوانه باشه کار نمیتونن بکنن؟
همون جنبش شد میگی چون یه پوپولیستی در کار بود، الان هم پوپولیست هست. مشکل شما اصلاح طلبان اینه که حکومت دستتون رو خونده، میفهمه هر چی بیاد جلو شما میرید عقب. شما به همتی میگید اصلاح طلب، به روحانی میگید اصلاح طلب شماها. این خیلی رذل‌ترین قشر اصلاح طلبان که از روحانی شیش دنگ دفاع کردن، آخر کار گفتن روحانی اصلا کاندیدای ما نبود. این چه سیستم، چه فریبکاری شما برنامه کنید، این چه جنایتی شما در حق مردم میکنید. آقای ظریف تنها هنری که داشت به فرهنگ غربی ها مسلط بود، از این تسلط استفاده کرد برای قوام 8 ساله جمهوری اسلامی. جنایتی که ظریف کرد قطعا رئیسی نکرد، یعنی ظریف 8 سال برای جمهوری اسلامی مهلت خرید با خاطر تسلطی که به فرهنگ، با آشنایی که با آمریکایی‌ها داشت. یه جوری حرف زنگار ظریف، اگه ظریف همون نبود که نشسته رزگو با خودمون انتخاب کردیم، ظریف غلط کرد مردم انتخاب کردن تو زندگی بکنن، که میگه با خودمون انتخاب کردیم تو زندگی بکنیم. کم گفت ظریف ما افتخار میکنیم به خاطر فلسطین تحریم بشیم. بله گرسنگی نکشته خودش، نه خودش، نه دخترش، نه پسرش، نه زنش، باید هم میگه افتخار میکنیم بلکه خامنه ای خوشش بیاد. آقا چرا یه چیز میگه که مثلا ظریف تافته جرا بافته بوده؟ اصلا روحانی کجاش به اصلاح طلبان میخورد؟ شما سخنانی تیر ماه 78 روحانی یادتون رفته؟ شما اگه نمیدونید من میدونم. آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود، پوست ما رو تو روزنامه‌ها کنده بود. آخه دوستان از یه چیزی نگید که مثلا مردم بگن آره آخ ضرر کردیم روحانی از دستمون رفت. میشست مدکی با تمسخر میگفتش که بنده تازه منم صبح شنبه فهمیدم بنزین گرون شده. آقای روحانی اومد با در قضیه کشدار 98، آقای خودتون رو به خواب نذارید، اومد گفت ما انقدر دوربین تو خیابون داریم که تک تک ماشینایی که ترافیک درست کردن شناسایی کردیم. ننگ بر روحانی و هر کس ازش حمایت بکنه. یعنی رسما جنایت کشدار 1500 نفر رو بهش افتخار کرد آقای روحانی، چیزی که حداقل رئیسی این افتخار رو در ظاهر نمی‌کنه. خواهش می‌کنم این مقداری، آخه این که ما بیایم فقط به خاطری که 4 تا از اراذل و اوباش دوربر خودمون سر سفره انقلاب بشینن مردم گروه آقا شما بیا تو انتخابات شرکت کنین، ما اگر 24 میلیون پشتوانه داشتیم چیکار می‌کنیم؟ میگم روحانی با 24 میلیون پشتوانش تونست برجام که شعار اصلیش بود و هدف اصلیش بود رو محقق بکنه. آیا تو آخر حالا بعد از 2 سال میگه اگر گذاشته بودن ما اسفند 99 برجام تمام می‌کردیم، چرا اون موقع نگفت؟ خواهش می‌کنم یه مقدار رعایت کنید، اینطوری که ما بیایم دوباره مردم سرکار بزنیم. آقا بیا تو انتخابات انشالله اگر شما حضور پرشور داشته باشید، یه کسی مثل همتی بیاد، اوضاع اینطوری نمیشه. شما میگم سابقه همتی بیاد در بیارید، بله همتی حتما فهمش از محسن رضایی بیشتره، اما اصلا رئیس جمهور میشه چیکار میکرد که روحانی آقای همتی قدرتش بیشتر بود که روحانی چه کرد که همتی، چه نکرد که همتی میتونه بکنه؟ آقای خاتمی روز آخر ریاست جمهوری گفتش که اگر اوضاع اینطوری پیش بره حتی در حد تدارکات هم رئیس جمهور نمیذارن باشه، بعد دوره بعد خودش خواست بره کاندیدا بشه. یا علتش هم مشخصه دوستان. ببینید سال من دقیقاً به شما میگم، من در دی ماه 79 در دفتر رئیس مجلس جسورم به کروبی گفتم آقای کروبی شما خواهش میکنم برید با آقای خاتمی صحبت بکنید، به حمایت از آقای خاتمی رو مشروط کنید، آقای خاتمی داره اصلاحات رو به باد میده. استدلال هم گفتن جاش نیست، گفتن از وزرایی که انتخاب کرده تا رفتاری که داره میکنه داره امید اصلاح هم از بین میبره. گفت رو خاتمی انقدر بریده، خدا شده این حرف کرد، گفت خاتمی انقدر بریده که اگر من برم براش شرط بزنم اصلا نمیاد. گفتم قسم جلاله میخورم خاتمی میاد خوبش هم میاد. گفت یعنی چی؟ خدا شده حرف میزنم. گفتم آقای کروبی شما به من بفرمایید که تهران چند تا حموم داره، چه حرف بی ربطی میزنی؟ گفتم نه همینطوری. گفت منظور چیه؟ گفتم اگه خاتمی کاندیدا نشه این همه اراذلی که دورشن سر کدوم همون برن کار بکنن؟ خاتمی رو با زورم شده میبرن کاندیدا بشه. بعد دیدیم خاتمی رفت کاندیدا شد، کاندیدا شد تموم شد. کروبی هم 6 دنگ از خاتمی حمایت کرد تو انتخابات دور دوم، فشارم رو خاتمی خیلی بود. انتخابات تموم شد، شاید مثلا تیر ماه یا مرداد 80، من به کروبی گفتم آقای کروبی آقای خاتمی در مورد کابینه با شما مشورت کرده؟ گفت خاتمی از روزی که انتخاب شده یک تلفن هم به من نزده. این که به کروبی زنگ نزده مهم نیست، ولی چون دورش یه افراد خاصی که بودن، خاتمی اسیر اونا بود، نتیجه‌اش هم دیدیم. دوستان خاتمی که آسن متزه، خاتمی من همه جا گفتم خاتمی شخصا نه جاه طلبه نه فساد مالی داره، روحانی که هم فساد مالی داره هم جاه طلبه.
ولی شما از خاتمی گذشتید به روحانی رسید، به والله العلی العظیم کما که شروع شد، اگر شما مجبور میشدید از قالیباف هم تو انتخابات حمایت میکردید، گفتید قالیباف از احمد نژاد بهتره. خب حکومت دست شما رو خونده، میفهمه هر چی بیاد جلوی شما محرمی رقب. این چه نوع اصلاح طلبیه که شما میگید آقا این از اون بهتره؟ منم یه دفعه گفتم اگه اینطوری باشه حکومت دور بعد میاد سعید مرتضوی و قاضی مقیسه و نقدی رو کاندیدا میکنه، احمدنژاد هم کاندیدا میکنه، اصلاح طلبان میگه خب احمدنژاد بهتره پس من از اون دفاع کنیم. یعنی به خداوندی خدا مثل روز بر من روشن، اگه لازم باشه اصلاح طلبان برای حمایت از احمدی نژاد هم توجیه پیدا میکنن. یه نکته من در مورد بحثایی که شد در مورد آمارهایی که گفتم بگم برای دوستان بد نیست جالب بدونن. آمارهایی که حکومت میده، وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت هر دوشون اومدن گفتن که ما آمار تورم رو آوردیم پایین، جز در مرداد ماه که یه مقدار از تیر ماه بیشتر بود. استدلال کردن که چون در مرداد ماه فصل نقل و انتقالات هست، در واقع فصل جابجایی هست، اساس کشی ها هست، خرید و فروش منزل هست، با تورم مسکن باعث شده که، یعنی نرخ تورم مسکن چون قیمت مسکن رفته بالا، یک اثر کلی روی نرخ تورم گذاشته. به همین جد مرداد ماه استثناءً تورم بیشتر از تیر ماه بوده. دو روز قبلش وزیر مسکن همین دولت اومده گفته که ما افتخار داریم که در ماه‌های گذشته 15% قیمت مسکن آوردیم پایین. این هم جهت آمارایی که دوستان میدن برای اینکه بدونید که در این دولت چه میگذره. خیلی متشکرم. من میتونم یه کامنت کوچیک بذارم؟ دوستان صدای من هست؟ بفرمایید جناب شمس. بله ببینید آقای مشتبه واحدی، شما از ایدئالهات میگویی که ظریفم چیزی که ما میخواستیم ایدئال ما نبود، نمیدونم رفته گفته که رأی دادن، نمیدونم فلان کردن. شما از ایدئالها آرزوهات میگی. من ترسم اینه که افکار طالبانی داره هر روز پیشروی میکنه. من میگم این سنگر رو نگه دار. من که در مقابل تو نیستم که، منم مخالفی تمام، منم آرزوم ایدالم آرزوم اینه که صبح بلندشم ببینم همه اینا نیستن، رفتن به درک واصل شدن. من با تو هم، من که مقابل تو نیستم که. من میگم که شما اولین کارت باید این باشه که نگذاری و پیش روی کنه، چون پیش روی کنه نیروی تو امیدشو از دست میده، منفعل میشه و بیتفاوت. تمام حرف من اینه، میگم تو کمکش نکن، تو داری کمکش میکنی، عدم مشارکت کمکش میکنی، کوبیدن ظریف به ظریف، برای ظریف هم قاندو میسازن هم تو بهش حمله میکنی. به خاتمی یه حرف میزنه، کیهان میگه اعدامش کنی، شما میگی او هم خائن است و اون. من میگم تو کمک اون نکن. مشکل ما شما این چیزی که من خطا اینجاست، من میگم تو با اون همدست شد، تو زمین اون بازی میکنی، نه خودت موفق میشی، نه میگذاری بقیه خلقت. تو داری گل به خودی میزنی. تمام حرف من اینه، من میگم با اون همدستی نکن. اگر نمیتونی کاری بکنی نرو تبلیغ، ماشین تبلیغاتی اون نشو. اما ولی شما میای آرزوهات میشماری. ولی آرزوی منم اینه که ظریف و همشون خدا کنه نابود بشن، برن ما راحت بشیم از دستش. من حرفم اینه، عرضم تمومه. حالا من نمیدونم من همدستی میکنم، ولی شما هم که با بازی حکومت رو میخورید، هر دور یه مرحله میاد پایین تر، هر چی حکومت خواست قبول میکنید فقط برای که تو انتخابات شرکت بکنید، شما بازی حکومت رو نخوردید. من که میگم تو حکومت شرکت نکنید، تو انتخابات شرکت نکنید، بازی خوردن بسیار خوب، حق با شماست. خب وقتی حکومت میگه عدم مشارکت، شما هم داری میگه عدم مشارکت، کی در زمینه کی بازی میکنه؟ میگم اگه حکومت دو بعدن شبش، منم گفتم شب این حرف پیش اومد، میگم حکومت میگه تحریم بده، شما میگین بده، پس شما به حکومت هم دستید. نه وقتی ظریف برای ظریف کاندو میسازن، او رو خائن میگن، شما میگه خائنی، خب کی در زمینه کی بازی میکنه؟ خب شما دیگه، شما دارید در زمینه حکومت بازی میکنی دیگه. بسیار خوب، عاقلان دانند. خیلی متشکرم. ممنون، متشکرم.